بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با جاوید جاوید استاد دانشگاه که در استودیو با ما هستند. آقای جاوید سلام به شما و برنامه خوش آمدید. تشکر. در رابطه با آنچه گزارشی را که یکی از شبکه‌های خبری آمریکا پخش کرده و به نوع گفته که طالبان از در انتخابات از دونالد ترامپ پشتیبانی میکنن، میخوایم این مسئله را تحلیل شما را داشته باشیم که به چی معنا بوده میتونه. شما میفهمید رقابت بر سر همکاری‌های استراتژیک هم طرف دولت افغانستان تلاش میکنه که ترجیحات خودشان را داره و هم طرف طالبا. بنابراین طالبا توقعشان نیست که با دونالد ترامپ یک توافقنامه را قطر امضا کردن. بنابراین خوشبین به ای هستند که اگر دوباره آقای دونالد ترامپ بر سر قدرت امی روال به شکل معمول شده بخواد و امتیازات که اینا گرفتن و در پیش هستند که او را بگیرن، به احتمال زیاد که به او خواهند رسید. در طرف مقابل دولت افغانستان هم ترجیحات خودشان دارن که اما همکاری استراتژیک با افغانستان و دولت امریکا است و ادامه پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف در پی ازی هستن که اینمی همکاری استراتژیک ادامه بتن با دولت ایالات متحده امریکا. همه سوال مهمتر به نظر میاد که آیا باز تغییری میآید در سیاست خارجی اگر آقای دونالد ترامپ نباشه، آقای بایدن به چی تفاوت میآید؟ مثلا هم همین جاست که آیا وقتی اینا پشتیبانی از یک فرد میکنن، آیا فرد تعیین کننده سیاست آمریکا و چگونگی رابطه‌اش با کشورهای دیگر هست؟ خب بله، یک ما سیاست خارجی داریم، یک روابط خارجی داریم، فورین ریلیشن و فورین ریلیشن پالیسی برش به نظرم میگن. اینا با هم دیگه تفاوت دارن. آمریکا استراتژی خارجی یا سیاست خارجی فرد محور نیست که به یک دیگه برای باز کاملا تغییر میخوره، اما به احتمال زیاد که تغییرات که افراد اندک خواهد داشت اما در کلیتش تغییر نخواهد داشت. و مسئله معمی بود که بیایم تفکیک بکنیم که تفاوت بین آقای ترامپ و بایدن چیست در مورد سیاست خارجیشان اگر برسن به قدرت. شما میفهمین که آقای بایدن در مورد افغانستان اظهارات بسیار جنجالی داشته. چند وقت پیش حداقل گفته بودند که افغانستان جور شدنی نیست و تا گفته بودند که سه منطقه جداگانه یا کشور جداگانه است. بنان حتی مسئله فدرالیزم در افغانستان مطرح کرده بود که واکنش های بسیار جدی حتی از طرف دولت افغانستان هم در برابر اظهارات آقای بایدن مطرح شده بود. بنان اگر شما سیاست حداقل آقای ترامپ و بایدن در موارد بسیار زیاد با هم دیگه اختلاف دارن، اما در مورد افغانستان حداقل اتفاق نظر وجود داره. هم آقای ترامپ شما میفهمید که سیاست خارجیش بسیار صریح بوده، یک دوران استراتژی جنگ اندون بال میکرد، دوران استراتژی صلح، و در پی ازیست که باید نیروهای امریکایی باید حداقل تا دو ماه دیگه از افغانستان بیرون شد. و آقای بایدن هم دیدگاهش هم ایست که ما باید جنگ طولانی امریکا را خاتمه بدیم و باید از افغانستان آبرومندانه برایم. بنابراین سیاست خارجی ایالات متحده امریکا چندان در مورد افغانستان تغییر نخواهد کرد، به دلیلی که هم آقای بایدن پیش ازی در مناظراتشان انتخاباتیشان همیشه بر سر ازی تاکید داشتن که ما میخوایم جنگ افغانستان رو پایان بدیم، از افغانستان بیرون شویم. آقای ترامپ هم معلوم دار است که چی کار میکنه. اما در برابر ازی شما میفهمین که من گفتم که طالبا به تعبیر پیشتر مهمانم گفتن که در کلیپ هم که طالبا دعاگوی ترامپ و اداره ترامپ است. بنابراین ما امیدوار هستیم که اتفاق بفته که مردم افغانستان باز او آسیب نبینه، چون طالبان هم در پی مسئله قدرت هستن. بنابراین اگر دعا میکنن، مناجات میکنن، کار خودشان است. اما ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان باز این مسئله آسیب زیاد نبینه که یک اتفاق بفته که مردم باز متضرر شوند. درست. حالا آقای ترامپ یا اداره ترامپ باعث شد تا طالبان مطرح شوند، مشروعیت پیدا کنن، بیشتر بتونن که توافقنامه را هم به امضا برسونن و بالاخره از یک نقطه قوت وارد مذاکرات شون. فکر میکنین که اگر آقای بایدن ریکار بیایه و یا برنده انتخابات باشه، باز هم طالبان میتونن این چنین جایگاهی را داشته باشن بر امریکا؟ خب بعد اخل در استراتژی که روی بیزی هم آقای ترامپ هم بایدن مانده گذاشتن یا هست، ممکن سرش فکر بکنن، یک مسئله، یک استراتژی خروج از افغانستان است. یعنی که اگر آقای بایدن به یک بارگی تلاش کنه که همه نیروهایش از افغانستان بیرون کنه، استراتژی بسیار محتمل به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه خلای قدرت در این منطقه به وجود میاد. آمریکا هیچگاه در پی ازی نیست که به یک بارگی از منطقه بیرون شوه. یک استراتژی. دوم، امیره که آقای ترامپ حال ادامه میده، در حال حاضر احتمال داره که آقای بایدن هم به یک شکل امی وضع موجود ادامه بده که استراتژی دوم میشه و به احتمال زیاد که هر دو طرف
این پلان خواهد داشتن و پلان سوم هم یا استراتژی سوم که آقای بایدن اگر احتمالاً بیاید و یا هم گفتگوهای فعلی به نتیجه نرسه و استراتژی ادامه جنگ خواهد بود. بنان برداشت همین است که هم آقای بایدن و هم آقای ترامپ چاره دیگه جز از همین استراتژی فکر نکنم که داشته باشن، یا ای که به یک بارگی بیرون شوند محتمل نیست، یا ای که به جنگ ادامه بدن، و یا همی که وضعیت موجود حفظ کنن با طالبان هم گفته بکنن و طرف به جنگ هم. بنان این سه احتمال محتمل است به نظر من که هر کدام از اینا که دوباره اگر بیاید یک از این استراتژی را انتخاب خواهد کردن. درست. در قسمت خروج نیروهای خارجی از افغانستان چه فرقی میتونه میان روش ترامپ و بایدن وجود داشته باشه؟ حالا هر دو میخوان بله. این خروج را بله هر دو خروج را میخوان، اما مسئله ایست که خروج باید آبرومندانه باشه، شتاب آلود نباشه، بدون برنامه ریزی نباشه. اگر چنان اتفاق بیفته و شتاب آلود باشه، با استعجالیت امریکا از افغانستان بیرون شود، ما تجربه زیره هم در افغانستان داشتیم هم در کشورهای دیگه داشتیم. حداقل زمانی که روسها شوروی سابق از افغانستان بیرون شد در دهه 90 شما میفهمید خلأ قدرت به وجود آمد و ما بالاخره محصولش هم میبینیم که دیدیم که جنگ های داخلی اینا ادامه پیدا کردن. بنابراین اگر به شتاب بیرون شوند یک احتمال بسیار بد در مورد افغانستان وجود داره که ما بریم دوباره به جنگ های داخلی. اما چی تفاوت بین استراتژی بایدن و ترامپ در مورد خروجشان از امریکا از افغانستان وجود داره؟ تفاوت به نظر من این خواهد بود که چون آقای ترامپ صراحتاً اقدام کرده و گفتگوها تا به یک جای رسیده و در پی از این که تا دو ماه دیگه نیروهایش بیرون بکنه، اما آقای بایدن اگر به ممکن این خروج کمک با تاخیر روبرو شود و اما حداقل حضورشان در افغانستان حفظ خواهد شد. درست. تفاوت چندان نخواهد کردن به نظر من. بعضی از دیدگاه های دیگر هم وجود داره که گویا وقت کشی صورت میگیره تا یک انتخابات ایالات متحده آمریکا برگزار شود و تا حد بعض از نیروها بیرون ساخته خواهند شد از افغانستان و پس از اون انتخابات برگزار شد ممکن این نیروها دوباره افزایش پیدا بکنن اگر صلح به نتیجه نرسن. خب این یک احتمال است که ممکن است در سال بعد از یک سال 2017 بود به نظر آقای ترامپ که استراتژی جنوب آسیا اعلام کرد. استراتژی اصلی در برابر طالبان آوردن فشار در میدانان جنگ و ادامه در میدانهای جنگ و ادامه جنگ در برابر طالبان بود تا اونا را آماده بکنن برای میز برای گفتگوهای صلح. بنان اگر این اتفاق نفته و گفتگوها به نتیجه نرسن، گفتگوهای قطر که حال ادامه داره، به احتمال زیاد که دوباره استراتژی جنگ دنبال خواهد شد و ای که تا دو ماه دیگه خب به انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم کمتر از یک ماه به نظر مونده، اشتباه نکنم، بنابراین فرصت بسیار زیاد نمانده که وقت کشی بسیار زیاد هم شود. همین میبینیم که گفتگوها در قطر با بس روبرو شده. بنابراین برداشت هم ایست که هرچی اگر زودتر شود به نفع مردم افغانستان است و امیدوار هستیم که این گفتگوها هرچی زودتر به نتیجه برسه و مشروط برای انتخابات امریکا و جای دیگه. به فکر که حال ما در دقایق 90 هستیم، بنابراین زمان سنجی برای اونها چندان معقول نخواهد بود. اما این روند ظاهرن که با یک بنبست روبرو شدن. بله در حال حاضر بله چنان است. شما دو مورد اختلافی را میفهمین که بین طالبان و دولت افغانستان وجود داره و در حال حاضر با یک بنبست روبرو است و طرف هایی که در قطر حضور دارن به نام کشورهای پشتیبان از گفتگوهای صلح افغانستان رو تلاش میکنن که این مسئله دو اختلافی که بین یک مسئله توافقنامه طالبان با آمریکایی ها در قطر اونا تاکیدشان نیست که باید مبنای گفتگوهای آینده ای باشه و دوم بحث فقیر هم که مطرح میکنید دو مشکل علا ظاهر هم دو تاست که اگر کتاتر در قسمت توافقنامه بگویم که مبنا قرار دادنش چه مشکل را میتونه داشته باشه؟ خیلی کوتاه. کوتاه اگر بگم مشروعیت را که برای طالبان داده شده او مشروعیت را طالبان حفظ خواهند کرد و بنای نظام آینده را باز طالبان مدعیش خواهد بودند که ما با امریکا توافق کردیم و دولت را که ما پیش بودیم او را به دست خواهد آوردیم. درست. ممنون از حضورتان آقای جاوید در برنامه. تشکر.